سلام دوستان وقتتون به خیر باشه شب. با شبنامه در خدمت شما هستیم اتفاقاتی در هفته گذشته توجه ها رو به قاره آفریقا جلب کرده حوادثی در نیجر و حاشیه های بعد از آن که باعث شده حالا بعضی ها به سراحت بیان بگن ممکن هست ما شاهد یک جنگ جهانی در آفریقا باشیم دوستان فارغ از همه این بحث ها و فارغ از همه این مواردی که داره گفته میشه من میخوام توجه شما رو به یک نکته جلب بکنم جای جای این کره خاکی که باهاش رو رو هستیم داره درگیر جنگ میشه ما داریم شعله های جنگ رو در جاهایی میبینیم که قبلا خیلی درگیرش نبودیم در اوکراین الان در جایی به نام نیجر که مسئله اورانیومش مطرح شد اهمیتش برای خیلی ها روشنتر شد در یمن در شرق آسیا پیرامون مسئله چین و تایوان و فضای ملتهبی که همواره بر منطقه ما در غرب آسیا حاکم بوده است بسیار بسیار آن چیزی که میبینیم فضای پیش روی دنیا را بیش از پیش گرگومیش نشان میدهد شما همچین حسی دارین؟ حس میکنید که ماجرا این شکلیه؟ یعنی ساده اگر بخوایم بگیم ماجرا بیش از حد غافلگیرانه است خیلی قافل است افراد به خودشون میمونن ای از پس و پیش دارن میخورن آیا ممکن هست در نقطه دیگری از اون این اتفاق بیفته بله اگر همچین حسی داریم اگر همچین درکی نسبت به مسئله داریم اگر بازی را این گونه میفهمیم لازم و ضروری است از ما که از همه ابزارها به جهت قدرتمند شدن استفاده بکنیم قافلگیری میتونه پیش روی همه باشه اگر ما این را میفهمیم لازم است و باید از همه ابزارها استفاده کنیم. بریم گزارش با هم بخونیم بریم یه گزارش با هم بخونیم میخوایم بریم گزارش رایولیام رو درباره اتفاقات نیجر با هم بخونیم من فقط لازم یه توضیح به شما بدم داریم از کشوری صحبت میکنیم که 80 درصدش بیابان 24 میلیون نفر جمعیت داره 63 سال پیش رسما از فرانسه مستقل شده بعد از کودتایی که درش اتفاق افتاده انگیزه غرب برای ایفای نقش در این کشور بسیار زیاد شده بورکینافاسو و مالی از جمله کشورهایی هستند که به طور رسمی در این مسئله اعلام کردن که طرف نیجر خواهند ایستاد در حالی که بخشی از کشورهای آفریقایی طور دیگری است نظر داشتن یعنی میخوام بیم هر کجای داستان رو نگاه میکنیم شبیه یه چیزی که میتونه یک جنگ جهانی در پیش داشته باشد یا یک جنگی بین چندین کشور در آفریقا رو رقم بزنه خیلی دور از ذهن هم نیست هرچند باید بریم جلوتر ببینیم سایه جنگ پررنگتر خواهد شد یا سایه صلح اما یک نکته عجیب هم درباره نیجر وجود داره که شاید اولین بار باشه شما هم میشنوید و اونم اینه که اولین بمب های اتمی که در دنیا به طور رسمی عملیاتی شد در یک فضای رسمی به طور عملیاتی دیده شد منظورم هیروشیمو و ناکازاکی است اون دو تا بمب اتمی که در این ماجر مورد استفاده قرار گرفت اورانیومش از معادن اورانیوم نیجر استخراج شده از همون ابتدا این کشور اومده اعلام کرده گفته که ما اورانیوم به کشورهای اروپایی از جمله فرانسه نمیفروشیم کشورهای اروپایی به این اشاره کردن اگه بخوام دقیق صحبت بکنم آژانس هسته ای اروپا اعلام کرده که در حال حاضر در صورتی که نیجر اقدام به قطع عرضه اورانیوم خود بکنه تهدیدی فوری تولید انرژی هستی در اروپا را تهدید نمی‌کنه اومده اشاره کرده به اینکه بر اساس ادعای اینها به مدت سه سال فعالیت های راکتور های خودشون رو با سوخت کافی میتونن ادامه بدن و نیاز به اورانیوم نیجر در کوتاه مدت ندارن و در بلند مدت حالا میخوان تلاش انجام بده که یک چیزی جایگزینش بکنن یه نکته جالبی هم درباره نیجر و اتفاقاتی که درش افتاده وجود داره و اون هم اینه که من بعضی از گزارش ها رو میخوندم به این اشاره کردن که غرب برای دخالت در نیجر یه بهونه میخواد مثلا باید بگه که دموکراسی در خطر است من دموکراسی دارم میرم بعد میگه که این کودتا هایی که در نیجر هستن به طور رسمی اعلام کردن گفتن ما اصلا در کشور خودمان با مسئله دموکراسی مشکل نداریم و به سمتش خواهیم رفت اون چیزی که باعث شده ما این کار رو انجام بدیم مشکلی هستیم ما با سلطه استعماری فرانسه داریم با سرقت ثروت خودمون داریم با منابع این کشور که توسط فرانسه داره به یغما میره و محروم کردن مردم نیجر از منابع خودشون ما با اینا مشکل داریم و به ویژه اورانیوم و طلا و فسفات ما رو اروپایی ها دارن میبرن و ما میخوایم اینو حلش بکنیم اینها رو گفتم به اینجا برسم اگر آن چیزی که گفته می شود و آن چیزی که داریم می بینیم رو در نظر بگیریم یعنی غربی ها احتمالا اگر بخواهند این ماجرا رو تهدیدی برای خودشون بدونن و باهاش مقابله بکنند به شکل ویژه روی نیابتی رفتار کردن در این مرحله متمرکز خواهند شد چرا به خاطر اینکه ایان بازی کردن پیچیدگی های خاص خودش رو داره و از طرف دیگر اگر بشه از طریق کشورهای آفریقایی کار رو پیش برد منافع غربی که این روزها در باطلاق اوکراین است رو بسیار, بسیار بسیار بیشتر و بهتر تامین میکنه بریم گزارش رایولیام رو با هم بخونیم ببینیم که درباره آن چیزی که اتفاق افتاده چه نکاتی رو مطرح کرده در بخشی از گزارش رایولیام به این اشاره شده که سه کشور آفریقایی اعلام کردند نیجر، مالی و بورکینافاسو که در جهت صادرات اورانیوم خودشون به کشورهای اروپایی میخوان تجدید نظر بکنند. بعد زمانی که مسئله حمله به نیجر مطرح شده اینا اعلام کردن که حمله به این کشور رو به منزله حمله به خودشان میدانند و واکنش نشان خواهند داد بعد میگه با توجه به این چیزهایی که داریم میبینیم شبیه به این میتونه بشه ماجرا که کشورهای آفریقایی در این مسئله به جان همدیگر بیفتن یه نکته رو دقت بکنید یه آرامشی رو در هر صورت یعنی چه جنگ بشه و چه نشود چه شالش باشد در حد درگیر شدن چند کشور چه نباشد اگر همه اینها رو کنار بذاریم واقعیت این هست که ما این جنس از بحران رو که کشورهای آفریقایی به این شکل درگیری یکدیگر باشن رو در سالهای قبل نداشتیم این چیزی که این شکلی توجه عالم رو به آفریقا جلب کنه نداشتیم این چیزی که باعث بشه توجه ها به شکل ویژه تری به سرمایه های آفریقا جلب بشه ما اینها رو در طول سالهای قبل نداشتیم همه اینها به شکل حیرت آوری داره اتفاق میفته بریم گزارش رو بخشش رو با هم بخونیم از میگه که با در نظر گرفتن همه چیزهایی که در حال رخ دادن است یک جنگ آفریقای نیابتی میان قدرت های بزرگ که بر سر نفوذ در این قاره می جنگن در سرزمین نیجر و اطرافان در حال وقوع است مشکل اینجاست که کشورهای غربی به رهبری آمریکا از شکستهای قبلی خود که در نتیجه مداخلات نظامی آنها در افغانستان، عراق و لیبی رخ داده است درس نگرفته و همچنان به همان روش سلطه گری و قارت منابع کشورهای آفریقا و خاور میانه به بحانه های مختلف و با مداخله نظامی ادامه میدهند من یه چیز داخل پنتس خدمت شما ارز کنم وقتی کشورهای اروپایی و کشورهای غربی بخش اعظمی از انرژی خودشون رو دارن از طریق اورانیوم و داشته های کشورهای آفریقایی تأمین میکنن ترجمه دیگر ماجرا این هست که الان غرب در شرایطی نیست که از شکست خودش در افغانستان و عراق و اون افتضاحاتی که رخ داد درس بگیره با اون نگاه به ماجرای نیجر نگاه بکنه اصلا تو همچین شرایطی نیست نمیتونم چرا چون آینده ای امنیت انرژیش در خطره و اینها اگر بتونن در این کشور حاکم بشوند بتونن کار خودشون رو پیش ببرن نظم ضد استعماری قطعا و یقینا دومینووار منافع کشورهای غربی در همه این سرزمین ها رو به خطر میندازه پس قطعا واکنش هایی رو نسبت به این مسئله خواهند داشت جنس این واکنش ها چگونه خواهد بود باید بریم جلوتر ببینیم چه شکلیه بریم ادامه گزارش رو بخونیم میگه بخشی از اون چیزی که در آفریقا داره رخ میده یک جنگ حیثیتی است بین کشورهای غربی و چین و روسیه مثال اومده زده میگه اینا یعنی چین و روسیه اومدن پروژه هایی در حوزه توسعه اعطای وام کمک های مالی بومیسازی فناوری کمک هزینه های آموزشی و کارهای از این دست رو در قاره آفریقا انجام دادن بعد میگه وقتی بررسی میکنی میبینی برای مثال اومدن سهولت بخشیدن به پرداخت 90 درصد بدهی های کشورهای آفریقایی شرکت کننده در نشست روسیه رو در دستور کار قرار دادن گفتن آقا هر کی شرکت کرده از این 50 ما 50 خورده کشف میکنم شرکت کردن گفته بود همه اینا که شرکت کردن ما این وام که باید پرداخت بکنن رو یه کمکی بهشون میکنیم که راحتتر بتونن پرداخت بکنن میگه این جنس از اقداماتی که انجام شده در کنار اینکه اومدن اعلام کردن که ارائه گندم به شش کشور فقیر آفریقایی رو به دلیل ضعف این کشور رو میخوان به طور رایگان انجام بدن میگه اینا همه اثراتی داشته است که بتونن پایه نفوذ خودشون رو در این قاره مستحکم تر بکنن آقا نشانه هایی هم وجود داره بله دیگه پرچم هایی که توی نیجر بالا رفته پرچم های روسیه نشونه همین قضیه نشون میده که در این مسئله به شکل سریحتر و به شکل واضحتری شرق در مقابل منافع غرب داره خودش نشون میده روسیه در مقابل فرانسه که سالها اینجا قلم بوده و در اینجا سیطره داشته آقا اینا دارن به منافع همدیگه تهاجم میکنن داستان شجوری بفهمیم ببین غلط به نظر نمیرسه از طرفی تلاش کردن ناتو توسعه پیدا بکنه تا مرزهای روسیه برسه و چیزهایی از این دست از طرف مقابل بخشی از چیزی که در آفریقا داره اتفاق میفته هم بعضیا همین شکلی تحلیل میکنن میگن رفتارهایی هست که روسیه داره انجام میده در بخشی از ماجرا رسما سریح و علنی رفته گروه واگنر هم به کارگیری کرده کمک گرفته بعد وقتی داره منافعی رو پیش میبره داره اهدافی رو پیش میبره در قاره آفریقا در مقابل بیرقیب بودن این کارو نمیکنه رقباش فرانسوی ها هستن اروپایی ها هستن اونایی هستن که اورانیوم اینها رو میگیرن طلای اینها رو میگیرن و به نوعی به چالش کشیدن منافع یکدیگر میباشد اونها با توسعه ناتو اینها با رفتارهایی از این دست من به این اشاره کردم که بگم وقتی تنش ها از این مرحله عبور میکنه که برن از کلکل با هم دیگه از رفتارهای اقتصادی برسن به چالش کشاندن منافع یکدیگر که بعد شعله ور شدن جنگ بین برخی کشورها هست ماجرا میتواند علنی ایانتر و حیرت آورتر بشود باید پذیرفت که واقعیت های جهان ما در این ماه اخیر به شدت غیرقابل قابل پیش بوده با در نظر گرفتن این غیر قابل پیش بینی بودن باید بریم جلوتر ببینیم که ادامه ماجرا قرار هست به کجا برسه و آیا چیزهای حیرت فراتر از مسئله آفریقا و جنگ اوکراین اینها قرار هست دنیای ما رو درگیر بکنه یا نه ادامه گزارش رو بخونیم چند روز آینده چه در صورت جنگ و چه در صورت صلح سرنوشتساز خواهد بود اعلام سنگینی کفه ترازو به سمت صلح و یا جنگ دشوار است اما آنچه مسلم است اینکه در قاره آفریقا با شکاف شدید و بی سابقه مواجه هستیم که ممکن است سالها یا حتی چند دهه ادامه داشته باشد بعد مثال زده گفته مداخله ناتو در لیبی به رهبری فرانسه اگر چه رژیم معمر قذافی را سرنگون کرد آقا فرانسه چرا مسئله این فاین ببین دقیقا انگار دنیا رو تقسیم کردن انگار دنیا رو تقسیم کردن میگه استعمار زمانی که راه میافتاده به سمت سرزمین های دیگر ماجرا رو از پیدا کردن نمک و ادویه شروع میکنه برید بررسی بکنید اینا چیزهای خوشتمی پیدا میکنن در متاسفانه کشورهای آسیایی میان اینجا توی هند برای نمک مالیات وضع میکنن نمکو از هند میبردن برای نمک هندی ها مالیات میذاشن نکته کجا هست از یه جایی به بعد کلیسا میاد به اینا پیشنهاد میده میگه این چه کاری همتون با هم حمله میکنید به یه جایی بعدا درگیر میشید هر کی یه قلم روی داشته باشه شما مثلا برید فلان قسمت اینا برن یه جای دیگه و این اتفاق میفته این اتفاق در اون بازه زمانی افتاد الان دقیقا همین شکلیه اینا هر کدوم برای خودشون قلم روی تعریف کردن یکی محوریت پیدا کرده از قلم خودش محافظت بکنه بقیه پشت دستش بازی بکنن نوع رفتاری که فرانسه در آفریقا از خودش نشون میده در لیبی نشون میده در نیجر و جاهای دیگه آقا شبیه همین دیگه این ماجرا به شدت قابل تحمل چرا به خاطر اینکه نشون میده انسان به برده کسانی در تبدیل شدن کسانی که چوب خط گذاشتن برای سرزمین های ما تکلیف کردن. از طرف دیگر چون استعمار رو نمیتونه با این روند فعلی ادامه بده با ابزارهای مجازی بی تعصب کردن ملت ها روی سرزمین هاشون رو داره پیش میبره کارهای از این دست رو داره انجام میده بی هویت کردن انسان ها رو انجام میده همه اینها کمک میکنه اون سرزمین بی بشه سرزمینی که ملتش بی هویت بشون بی دفاع است بی شدن به نفع چه کسیه به نفع اون استعماریه که الان وقت توی آفریقا دیده میشه میاد ازش کار دیگه بکنه باید این غیرت و تعصب رو بتونه در هم بشکنه میخوام بگم هم رفتار مجازیش هم سلطه رسانه‌ایش هم کارهایی که در حوزه اقتصادی میکنه و هم میدانش همه بر هم منطبق است به جهت اینکه ما رو به این نقطه برسونه که بله آنها دنیای ما رو این شکلی میبینن همه انسان ها برده هستن و سرزمین هایشان سرزمین پدری آنهاست اینا دارن براشون تعیین تکلیف میکنن بریم رو بخونیم یه کارهایی که اینا انجام دادن به ویژه در لیبی که با محوریت فرانسه انجام شد در نهایت باعث شد بعد از اینکه معمر قذافی سرنگون بشه هر و این کشور رو در بر بگیره خونریزی و قارت ده میلیارد دلار برای این کشور رقم بخوره و امروز نیز بعید نیست هر گونه مداخله فرانسوی آمریکایی در نیجر و منطقه به نتایج بهتری منجر بشود میگه اینا احتمالا اینجا هم بخوان همشین کاری رو بکنن و به همون داستان منجر بشه براش فرقی نمیکنه که وضعیت مردم و اون سیستم قرارش شکلی باشه اگر بتونه از باخاک یکسان کردنش فضایی رو به وجود بیاره که توی این فضای مبهم منافع خودش رو پیش ببره و تامین بکنه برش ایدال دیگه این کار رو انجام خواهد و این چیزی که الان داره اتفاق میفته یه نکته رو میخوام خدمت دوستان تاکید بکنم اگر حس میکنیم که فضای جهان آنگونه که خدمت شما عرض کردم به شدت غیر قابل پیش است دو کار باید انجام بشه در حوزه حقیقی و در حوزه مغز انسان ها در حوزه حقیقی باید چیکار بکنیم باید کشور قدرتمند بشه باید کشور قدرتمند بشه اگر ما قدرتمند نشویم تو شرایطی که پذیرفتیم آینده دنیا مبهم و غیر قابل پیش بینی کلاه ما بسیار پس برنده که خواهد بود اینایی که تا الان به خیال خودشون داشتن در دنیای زندگی میکردن که آزاد است آباد است همه در کنار هم خوشن اینا دهنشون سرویس چهار روز نگاه بکنید هر روز به هر کجایی میزنن جلو که میرن اون کشور داره به چالش کشیده میشه باید از قدرتمند شدن ایران به هر شکل ممکن حمایت کرد این باید به مطالبه تبدیل بشه در فضای مغزها و قلبها هم باید تلاش کرد که تعصب ملت بر سرزمینشان عشقشان به میهنشان عشقشان به هویتشان بیش از پیش افزایش پیدا بکنه من طولانیترش ترش نمی کنم فهم کنم که تا همینجا کافی باشه اگر شما نکته داشتین بحثی داشتین حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های شما کامل تر بشه خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر